بسم الله الرحمن الرحیم. مالکیت دامنه ها به نام چه کسی است؟ وقتی شما به ما سفارش میدین و از ما خدمات دریافت میکنین، در زمانی که کلیه مبلغتون پرداخت شده باشه، کل مبلغی که به ما دادین تسویه شده باشه، مالکیت دامنه به نام شما هست، به نام شخص خود شما. توجه داشته باشید، دامنه در واقع نام و نشانه اون سایتی که شما راه اندازی کردی بس اون دامنه شناخته میشه و یه اعتبار ارزش داره. خیلی از دامنه ها به تنهایی خودش قیمت های زیادی داره، اگرچه گوگل در حال حاضر دامنه رو خیلی ملاک قرار نمیده، برای اون دامنه ارزش قائل میشه اما درصد خیلی زیادی ارزش قائل نمیشه. این تجربه هم به ما ثابت کرده، افرادی به هر علتی دامنه شون تغییر میدن اما محتوای سایتشون به جای خودش هست، مثلا دامنه رو نمیتونن تمدید کنن، مشکلات ایجاد میشه و دامنه جدیدی ما رو همون سایت براشون راه اندازی میکنیم، دوباره ارزش سایتشون برمیگرده، جایگاهشون برمیگرده و دوباره اون کلیک ها، تماس ها و مشتری هایی که از قبل داشتن رو به دست میارن. اما دامنه به هر صورت یه حس مالکیت داره و یه ارزش خاصی داره. ما برای اینکه شما در استفاده از این دامنه ها به مشکل نخورید، امتیاز دامنه ها رو کلا به نام شما میزنیم و تمام اختیاراتش در اختیار شما هستش. یعنی شما اگر به هر علتی نخواهیم با آراد کار کنیم، میتونیم به راحتی دامنه هایی که نزد ما دارین رو به جای دیگه انتقال بدید و در اونجا دوباره سایتتون رو اندازی کنید، هر کاری خواستین انجام بدید، یا به کسی بفروشین یا تیپای اینطوری کار انجام بدید. مانعی نداره، ما امکانات در اختیار خودتون قرار میدیم. در ثبت دامنه های IR در صورتی که پرداختتون کامل باشه، یعنی مثلا بدهکار یا قسطی یا شرط اینطوری خرید نکرده باشید، از همون ابتدا دامنه رو به نام خودتون ثبت میکنم. دامنه های دات‌آی‌آر توسط مرکز فیزیک نظری ایران، اصطلاحا سایت nic.ir، سایتی که یه سازمان دولتیه مدیریت این دامنه ها رو بر عهده داره و یه سری قوانینی گذاشته. مثلا اگر دامنه میخواد به نام شما ثبت بشه، تصویر کارت ملیتون رو باید ما ارسال کنیم، بعد از تایید تصویر کارت ملیتون اجازه میدن اسم و فامیل و شماره ملی شما در اون دامنه ثبت بشه و هر زمانی که به مشکل هم بخورید میتونین با ارسال تصویر کارت ملی و یه درخواست رسمی اختیارات دامنه رو برای خودتون بگیرید و در واقع با اون کار کنید. یعنی این اختیاراتی که برای شما وجود داره و این یکی از مزایای دامنه های دات آی آره. ولی خب در فیلم های قبلی گفتم که دامنه های دات کام گلوبال تر و جنریک تر هستن و معروف ترن، ولی خب محدودیت دات آی آر هم ندارن. یعنی مثلا شما بعضی از دامنه ها رو پای ثبت کنید، مثلا توش کلمه ایران استفاده بخواد بشه، حتی اگر کسی اینو نگرفته باشه، مرکز فیزیک نظری اجازه نمیده. یا اسمای خاص توش استفاده شده باشه یا اسمایی که مورد تایید در واقع نباشه، یه سری اسمای ممنوعه دارن و اینجور مسائل رو دارن داخلش. اما دامنه های جنرال یا دامنه های گلوبال در واقع این مسائل رو ندارن. هر دامنه‌ای با هر اسمی، با هر چیزی، با هر کلمه‌ای باشه میتونی ثبت کنی و استفاده کنی ازش و خب قابلیت اختیار و امتیاز اون دامنه های دات کام ارزش بیشتری داره. یعنی قیمتاش جهانی ارزش پیدا می‌کنه. دامنه های آی آر چون لوکال هستن به اندازه دامنه های دات کام ارزش جهانی پیدا نمی کنن. در مجموع امتیاز دامنه ها مال شماست و به نام شما ثبت خواهد شد و شما میتونید از این امتیاز در آینده بهره ببرید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.